امروز در دولت ادعایی هم شدش که علاوه بر اونهایی که اجازه گرفتن، در برخی مرغداری ها نمیدونم جاهای مختلف اینها دارن استفاده میکنن اینا، که آقای رئیس جمهور دستور دادن که وزارت اطلاعات و وزارت کشور با جدیت دنبال بکنن و اگر که جایی هستش که داره استفاده میشه محکم با اینها برخورد بکنن، چون که الان دارن از حقی که مردم برای دمای منزلشون یا روشنایی خونهشون میخوان استفاده بکنن، اینها برای این کار دارن استفاده میکنن. بیت کوین متهم جدید قطع برق در ایران، آیا پای مزرعه های ارز دیجیتال و چینی ها در میان است؟ با دو مهمان گفتگو خواهیم کرد که یکی تخصصش سیاست‌گذاری انرژی است و دیگری کارشناس ارزهای دیجیتال. در ادامه برنامه امشب، امپیچینگ دونالد جان ترامپ، پرزیدنت اف دی یونایتد استیتس فور های کرایمز اند میسدیمینرز. ترامپ در آستانه استیضاحی بی سابقه، آیا تلاش مخالفان رئیس جمهوری در مجلس نمایندگان به نتیجه میرسد؟ حمله مرگبار اسرائیل به سوریه، 14 نظامی سوری و 43 شبه نظامی تحت حمایت ایران کشته شدند. اولین بار احساس کردم خانه زدم و این خانه رو اینجا احساس کردم، ولی در این 18 سال و در گذشت محمود کیانوش، شاعر و نویسنده ای که عمرش را پای درست نویسی در روزنامه نگاری گذاشت و ترانه هایش برای کودکان ماندگار شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در چند روز گذشته کلان شهرهای ایران شاهد قطعی برق پراکنده بوده، اتفاقی که در تابستان و با افزایش مصرف سابقه دارد اما در زمستان کم سابقه است. جدل میان مسئولان و انداختن تقصیر به گردن دیگران ادامه دارد. گروهی مردم را مقصر می‌دانند و می‌گویند باید الگوی مصرف را تغییر داد. عده‌ای صنایع را مقصر می‌دانند و گروهی مشکل را مزارع مجاز و غیر مجاز بیت کوین یا ارز دیجیتال می‌دانند که مصرف برق بالایی دارد. بیت کوین به دلیل افزایش قیمت و ارزانی برق برای ایرانی‌ها و چینی‌ها جذاب است. اما مشکل کجاست؟ آیا بیت کوین عامل خاموشی در ایران است؟ چه می‌شود که یکی از بزرگترین دارندگان سوخت‌های فسیلی در تابستان و زمستان مشکل تأمین انرژی دارد؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از مریم افشنگ. روب عصر بیبرقی ما از تقریبا ساعت 4 شروع شده. این ویدیو را امیر از کرج برای ما فرستاده. زمستان است و سرد و بیبرقی معضلی است که داد بسیاری را درآورده. تو این بیبرقی ببینیم مردم چجوری دارن خودشون برای خودشون با گوشی های موبایلشون جالب چرا قوه درست کردن کار اداره برق انجام میدن. بعضی میگویند یکی از دلایلش افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین است. گفته می شود برق مورد نیاز برای استخراج هر بیت کوین معادل مصرف یک خانه در تهران در 24 سال است. این فیلم از کشف مزرعه بیت کوین در پاک دشت. دولت میگوید خودش بیت کوین استخراج نمی کند و دو وزارتخانه اطلاعات و کشور را مأمور برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از برق برای استخراج بیت کوین کرده. گفته بشه اینکه دولت بیت کوین رو داره استفاده میکنه که اینکه اصلا یه جفاست، اصلا دولت که اصلا وارد این مسائل نمیشه و اینها باید برن از وزارت سمت اجازه بگیرن و وزارت نیرو هم تایید بکنه که چگونه استفاده بکنن. بر این اساس در یک حدی رو اجازه دادن، در اون حدی که اجازه دادن اینا معلوم هستن که کجا هستن، میتونه باشون ارتباط برقرار کنن و بهشون بگن که مثلا شما در این ماهای تابستان یا در این روزهایی که وارونگی هوا هستش شما استفاده نکنید یا روزهای سرد استفاده نکنید. البته امروز در دولت ادعایی هم شدش که علاوه بر اونهایی که اجازه گرفتن، در برخی مرغداری ها نمیدونم جاهای مختلف اینها دارن استفاده میکنن اینا. این هم سخنان سخنگوی صنعت برق با شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
گروه‌هایی رو گذاشتیم برای بازرسی، بسیج ادارات رو هم مأمور کردیم به نظارت بر این فعالیت که گزارشات خوبی روزانه داره میاد و دارن قطع میکنن. من فکر میکنم روزهای آینده مردم عزیزمون شاهد باشن که بخشی از این روشنایی‌ها که جنبه در واقع زیباسازی داره یا جنبه تبلیغ داره اینها رو کمتر ببینن و هر جایی هم دیدن گزارش بکنن. ما حتما برخورد میکنیم. برای بیت کوین هم عرض بکنم این موضوع رو که مصرف مجاز اون در کشور کمتر از 200 مگاوات هست. ما الان حدود 40,000 مگاوات مصرف پیک شبانه مونه، سهم جزئی در مصرف داره، ولی اونهایی که قانونی هستن رو ما از دیروز مجبور شدیم برای تامین برق بخش خانگی قطع یا محدودشون کنیم. ببینید بیت کوین در سال 2020 یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده. 800% افزایش سالانه داشته، بیش از 800%. یعنی از یه سال در یه سال گذشته سپاه دست به اقداماتی زد که میتونیم بگیم به سمت ایجاد انحصار بودن زمین، یعنی بتونن استخراج بیت کوین در انحصار خودشون داشته باشن. تجهیزات ماینینگ رو ورودش رو از موادی رسمی کشور ممنوع کردن و از طرف جایزه گذاشتن برای لودن شبکه های ماینینگ ها مزرعه های استخراج بیت کوین و به این ترتیب فضا رو در واقع آماده کردن برای ماهیگیری خودشون. اما گزارش هایی که از توسعه مزارع بیت کوینی چینی در ایران منتشر شده بر نگرانی ها افزوده. به نوشته وبسایت بیت کوین، رئیس جمهوری ایران استراتژی جدیدی برای استفاده از مزارع ایران راه اندازی کرد. استراتژی جدیدی برای استفاده از مزارع ارزهای دیجیتال آغاز کرده. این وبسایت میگوید حدود 6 ماه پیش 14 مزرعه بزرگ بیت کوین در ایران راه اندازی شدند. بر اساس این گزارش شرکت چینی لوبیان ادعا می کند یکی از مزارع بزرگ بیت کوین را در ایران اداره می کند. این ویدیو هم در فضای مجازی دست به دست می شود و گفته می شود شرکت آرچوای چین بزرگترین مزرعه بیت کوین خاورمیانه را در ایران احداث کرده. ما با شرکت آرچوای تماس گرفتیم ولی جوابی به سوالات ما ندادند. قطعا خاموشی گسترده زنجیره از عوامل پشتش هست، اما در این گسترش بی‌رویه مزارع فارمی و دلیل فرنده کاملا غیر شفاف مافیایی حتما یکی از عوامل بسیار مهم در اون هست. ابهامات درباره علت قطع برق هر روز بیشتر و بیشتر می شود که می تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله گسترش مزارع بیت کوین. اما در شرایطی که مسئولان دولتی حاضر به شفاف سازی نیستند، هر روز انگشت اتهام قطع برق به سوی یکی اشاره می رود. مریم افشنگ، بی بی سی. در ادامه برنامه گفتگویی خواهیم داشت درباره بیت کوین، اما پیشتر حمیدرضا شکوهی خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی از تهران با ماست. آقای شکوهی خوش آمدید به برنامه. مشکل کجاست؟ علت اصلی قطعی برق در روزهای گذشته چیه؟ سلام خدمت هستم. بحث اصلی در مورد یک موزه خلط مبحثی هست که پیش اومده. در حقیقت مجموعی عوامل دست به دست هم داده، اما اون چی که مطرح شده در حقیقت بخشی از ماجراست. یک زمان ماینرها مطرح شدن در مورد بیت کوین، یک زمان بحث مازوت مطرح شد که باعث آلودگی میشه و از اون طرف چون گاز اندک میرسه به نیروگاه ها این مشکل رو پیش میاره. من به نظرم نمیشه این رو به صورت جزئی نگاه کرد. ما باید به صورت کلی به یارانه انرژی، به میزان مصرف انرژی در کشور نگاه کنیم و شدت مصرف انرژی رو در ایران ما در حقیقت مورد بررسی قرار بدیم. ببینید جمعیت ایران 1.1% جمعیت دنیا هست، اما 1.85% تقاضای برق دنیا مربوط به ایران هست، یا 6.7% تقاضای گاز دنیا مربوط به ایران هست که این تناسبی با جمعیت نداره. در حقیقت اون چه که در حقیقت مورد توجه باید قرار بگیره بحث میزان مصرف هست، بحث یارانه‌ای هست که برای انرژی در ایران داده میشه و اصلا مهمتر عدم بهینه‌سازی مصرف است. همه اینها دست به دست هم میده، تأثیر میذاره در مشکلاتی که در حوزه انرژی پیش میاد. مسئله میزان مصرف و بهینه‌سازی مصرف مسئله امروز و دیروز نیست. چند دهه است که در داخل ایران دارن صحبت میکنن که مصرف کاهش پیدا بکنه. چی شده که نتونستن چنین تغییر رو در الگوی مصرف ایجاد کنن؟ ببینید سیاست گذاری هایی که صورت میگیره سیاست گذاری های دراز مدتی نیست. ببینید ما
یک بخش سیاست‌گذاری های درستی در کشور صورت میگیره با توجه به منابعی که در حقیقت منابعی که در کشور وجود داره، اما اون سیاست‌گذاری ها تکمیل نمیشه. زمانی میاد گاز به عنوان یک شاخص رفاه در نظر گرفته میشه. ما الان میبینیم که گازرسانی در ایران به حد بسیار گسترده ای انجام شده، بیش از 95% جمعیت شهری، بیش از 80% جمعیت روستایی ما از گاز برخوردار هستند. چرا؟ به خاطر اینکه ایران دومین ذخایر گاز جهان رو داره، میخواد از این استفاده کنه. گاز به عنوان یک شاخص رفاه مورد توجه قرار گرفته، معرفی شده. اما مشکل از جایی شروع میشه که این سیاست ها به گونه ای رقم میخوره که اولا مشخص نیست که میزان مصرف چقدر هست. ما میدونیم که میزان مصرف گاز در ایران بسیار بیش از کشورهای دیگه هست، حتی در مقایسه با کشورهایی که سوخت یکسانی نسبت به ایران دارن. اما نمیشه انگشت اتهام رو به سمت مردم نشان دادن. ما سیاست هایی که در حوزه بهینه سازی داریم سیاست های درستی نبوده، قانونگذاری درست انجام شده اما اجرا به نحو مطلوب نبوده. در حوزه ساختمان، در حوزه های مرتبط با حتی بخش دیگر انرژی مثل بنزین، ما شاهد افزایش کیفی بنزین بودیم، شاهد افزایش تولید بنزین بودیم، ولی خودروسازی ما آیا انقدر رشد داشته؟ عرض من این هست که نگاه مشکل در حقیقت کشور ما در حوزه انرژی این است که نگاه یک پارچه کلانی نبوده. سازمان حفاظت محیط زیست کار خودش رو انجام داده، وزارت نفت کار خودش رو انجام داده در حوزه بنزین، در حوزه‌های دیگه وزارت نیرو کار خودش رو انجام داده، اما در کنار افزایش تولید برق نیومده در مورد راندمان نیروگاه‌ها کار کنه. یعنی یک بخشی از افزایش مصرف برمیگرده به حوزه‌هایی مثل صنایع، راندمان نیروگاه‌ها، حوزه انتقال. اینها کمتر بهش توجه شده. همش آسیب نگاه بخشی به حوزه انرژی هست. تا وقتی که این نگاه بخشی وجود داشته باشه ما دچار این مشکلات خواهیم بود. یعنی یک نگرش کلان که همه این حوزه ها رو با هم در بر بگیره و ما بتونیم برای اون یه سیاست گذاری واحد و دراز مدتی انجام بدیم، نه سیاست گذاری مقطعی. سوال اینجاست، اشاره هم کردین به اینکه ایران دومین دارنده گازه. سوال اینجاست که برای خیلی از مخاطبان که کشوری که اینقدر ثروتمنده از لحاظ سوخت‌های فسیلی چرا باید مشکل کمبود برق داشته باشه؟ فارغ از اینکه شما اشاره می‌کنید که یک عدم سیاست‌گذاری جامع بین بخش‌ها بوده، ولی چی میشه که بعد از چند دهه کماکان این مشکل ادامه پیدا می‌کنه و هیچکس متولی حلش نمیشه؟ ببینید، من بازم تاکید میکنم که آسیب اصلی نگاه بخشی به این حوزه هست، اما به هر حال مشکلات مختلفی هم وجود داشته در مورد همین حوزه تولید و توسعه یا صنعت گاز. ما خب خیلی دیر به فکر استفاده از گاز افتادیم، به خاطر بحث جنگ تحمیلی بود و آسیب‌های حاصل از اون. ما خب در بزرگترین میدان گازی در پارس جنوبی به مراتب دیرتر از قطر توسعه رو شروع کردیم. در اغلب سال‌ها ما دچار تحریم بودیم، حتی در زمانی که ایران برجام رو پذیرفت تحریم لغو شد. فاز 11 پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز این میدان گازی قرار شد توسعه پیدا کنه و با توتال قرارداد بسته شد. باز ترامپ با یک کار در حقیقت ناعادلانه از برجام خارج شد. این در حقیقت مشکل ایجاد کرد برای توسعه صنعت گاز ایران. یعنی ما نمیتونیم این رو انکار کنیم. این موضوعات، یعنی ایجاد موانع در راه افزایش تولید گاز، حتی تولید نفت و حوزه‌های مشابه رو اگه کنار هم بذاریم، در کنار اون سیاست‌های بخشی می‌بینیم که ما نتونستیم از این امکانات و پتانسیل‌هایی که داریم درست استفاده کنیم. قانون‌گذاری انجام دادیم، شاخص‌ها رو تعریف کردیم، اما سیاست‌گذاری‌های داخلی در کنار موانع خارجی که خب به هر حال تأثیرات متفاوتی داشته، باعث شده که ما نتونیم از این پتانسیل استفاده کنیم. طبیعیه که مردم بپرسن چرا ما دومین ذخایر گاز دنیا رو داریم، سومین یا چهارمین ذخایر نفتی جهان رو داریم، اما نتونستیم از این امکانات استفاده کنیم. به خاطر اینکه مداوم نبوده. تحریم رو داشتیم، برخی اوقات سوء مدیریت‌هایی رو در دولت‌هایی داشتیم و هر زمان که ما تونستیم که از این امکانات استفاده کنیم، یک رونق نسبی به وجود اومد، مثل دوره پس از برجام که در اقتصاد کشور شاهد بودیم. اما این دوران، دوران بسیار کوتاهی بوده، اونقدر کوتاه که نتونسته تأثیرات درازمدتی در افکار عمومی داشته باشه و نتیجهش این شده که همه اینها دست به دست هم داده و ما شاهد وضعیت فعلی بودیم. آقای شکوهی، های ارتباطی بین سوزوندن مازوت و بیبرقی های فعلی هست؟ ببینید، من فکر میکنم که در مورد مازوت بزرگ نمایی صورت گرفته. طبیعیه که اون چه که باعث بیبرقی شده این هست که سوخت مازوت نیروگاه ها قطع شده. چرا سوخت مازوت نیروگاه ها قطع شده؟ به خاطر اینکه گفتن آلودگی ایجاد میکنه در هوا.
من فکر میکنم یه آدرس غلطی داده شده در نیروگاه‌های استان تهران و در حقیقت اطراف کلانشهرهایی که تا اون تعدادی که آلودگی هوا دارن، ما اگه نگاه کنیم مازوت سوخته نمیشه. حتی اگر ما حرف مسئولین رو قبول نداشته باشیم، اگر به شاخص‌های کیفیت هوای تهران نگاه کنیم، می‌بینیم که دیوکسید گوگرد کمترین سهم رو داره نسبت به ذرات معلق و چیزهایی که می‌تونه علاوه بر مازوت روی چیزهای دیگه در حقیقت پیامد. پس من فکر میکنم اون افرادی که بحث مازوت رو مطرح میکنن، حالا یا دلسوزانه یا غیر دلسوزانه، دارن آدرس غلط میدن و باعث میشن که نشه این مشکل رو به صورت کلان نگاه کرد. الان مازوت قطع شده، مشکل برق ایجاد شده، ولی من شما رو حواله میدم به نیروگاه شازند که سوخت اصلیش سوخت مازوت هست، اما آلایندگی هوای اونجا چقدر است. پس این نشون میده که مازوت به تنهایی نمیتونه حتی نقشی بیش از سایر آلاینده ها داشته باشه. در حقیقت همون حرفی هست که من در ابتدای صحبتم عرض کردم، وقتی که ما بیایم مازوت رو به طور مجزا نگاه کنیم، ماینرها رو نگاه کنیم و همه اینها رو به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار میدیم، به اون نگاه کلان نمیرسیم. الان سازمان حفاظت محیط زیست گفته که نیروگاه‌ها، یعنی از دیروز که این اتفاق افتاده، نیروگاه‌ها سوخت مایعشون قطع شده. اما جالب اینجاست که رئیس سازمان محیط زیست این موضوع رو مطرح کرده، اما در کارگروهی که برای بررسی این موضوع تشکیل شده، نمایندگان سازمان محیط زیست حضور داشتن، نمایندگان وزارت نفت دادستان اینا حضور داشتن، خود سازمان محیط زیست صورت جلسه ای رو امضا کرده که نشون میده که اصلا نیروگاه‌ها، سوخت مایع نیروگاه‌ها تأثیری در آلودگی کلان شهرها نداره. خب این نشون میده که در حقیقت آدرس غلط داده شده به مردم و اینها باعث بدگمانی و بی‌اعتمادی مردم میشه و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. پس ما باید یک نگاه کلان به این موضوع داشته باشیم تا بشه حل بشه. اینها همه اینها تاثیر داره در آلودگی هوا، در این موضوع انکار نمیشه، این موضوع رو انکار کرد و در موضوع برق، اما اینها رو در کنار هم باید مورد بررسی قرار بدیم. متشکرم. حمیدرضا شکوهی خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی با ما و بابک جلیلوند کارشناس کریپتوکارنسی و تکنولوژی بلاکچین و همچنین بنیانگذار رسانه تخصصی کوین ایران از آمستردام با ماست. آقای جلیلوند خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که میدونم مبحث پیچیده ایه، ولی میتونین به زبان ساده به ما بگین که بیت کوین چیه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بیننده های این برنامه. بله، پیچیده است و توضیح دادن شاید خیلی راحت نباشه توی چند جمله، اما بیت کوین یک ابزار پرداخت هستش که حالا یا در واقع ابزار ذخیره ارزش هستش که به صورت غیر متمرکز در واقع کار خودش رو داره انجام میده، هیچ کشور یا دولت یا هیچ در واقع گروه یا نهادی بهش تسلط نداره، بوردرلس، بدون مرز هستش، بدون در واقع نیازی به تراست یا اعتماد نداره برای استفاده از اون، و به خاطر این ساختار و ویژگی که داره روز به روز داره محبوبیت بیشتری رو بین مردم دنیا پیدا میکنه. شاید دو تا از استفاده های بزرگش همین ابزار پرداخت و ابزاری که سرمایه و دارایی رو میتواند حفظ بکند، حالا در گذر زمان میتونه ارزشمندتر هم بشه، حتی اگر چیزی ارزشش رو این که میگن مصرف برقش بالاست، چرا؟ این به خاطر ساختارش هستش. مصرف برق داره، ولی مصرف برقش بالاست. باید ببینیم که این مصرف برق بالا در قیاس با چه چیزی میتواند بالا باشه. اگر بخوایم این رو با مصرف برقی که برای سیستم نظام در واقع بانکی و مالی فعلی جهان بخوایم مقایسه بکنیم، شاید بتونیم بگیم نه، واقعا بالا نیستش. اما اگر بخوایم با یک کمپانی مثلا مثل پیپل که ابزار پرداخت داره و سنترالایز هست بخوایم مقایسه بکنیم، شاید بگیم آره مصرفش بالاتر هستش. اینه که باید ببینیم با چه چیزی داریم این رو مقایسه میکنیم. و اگر بخوایم این رو در واقع ارتباط بدیم به مصرف برق در ایران، به صورت کلی میشه گفتش که خیلی هوشمندانه نیست. اگر بخوایم فکر بکنیم که مصرف در واقع این قطعی برق در ایران باعثش استخراج هستش، استخراج بیت کوین هستش، باعثش در واقع ماینرها هستند، اساسا آقای جلیلوند مشخص هست که در ایران چقدر داره بیت کوین استخراج میشه؟
ببینید حالا آمار رسمی نمیشه داشت به خاطر اینکه به هر حال ممکنه که مزرعه ها یا فارم های زیرزمینی هم وجود داشته باشه، ولی چیزی که هستش در حدود کمتر از 5% از اون قدرت محاسباتی که در دنیا روی شبکه بیت کوین وجود داره در داخل ایران هستش. و اگر بخوایم عدد در واقع در نظر بگیریم، با توجه توی گزارش هم اومد که روزانه مصرف برق ایران در پیکش 40,000 مگاوات هستش، اگر ما 5% از کل شبکه رو در نظر بگیریم، کل شبکه بیت کوین رو در ایران در نظر بگیریم، کمتر از در واقع 600 مگاوات خواهد بود که خب در قیاس با مصرف روزانه ایران واقعا عدد ناچیزی هستش و نمیتونه تأثیری در قطع برق داشته باشه. علت جذابیتش برای دیگر کشورها چیه؟ چرا فرضاً میشنویم که چینی ها به ایران اومدن برای استخراج بیت کوین؟ خب خیلی ساده است، به خاطر انرژی ارزون هستش و به خاطر اینکه استانداردهای محیط زیستی در ایران خیلی پایین هستش. ببینید در چین دستگاه هایی که ازش استفاده میکنن رو بعد از مدتی که در واقع چون بهینه میشه اینها و دستگاه های جدیدتر نسل جدید میاد که در واقع قدرت محاسباتی بیشتری رو داره و از طرفی مصرف انرژی بهینه تری رو داره، این در واقع کمتر مصرف انرژی میکنه، انرژی مصرف میکنه، و دستگاه هایی که از رده خارج میشه خب خیلی به صرفه نیست، توجیه اقتصادی نداره و اینها رو نمیتونن توی خود چین یا کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته استفاده بکنن. در نتیجه اینها میان به سمت کشورهایی که خب انرژی توش ارزون هست یا استانداردهای محیط زیستی توش در واقع ضعیف‌تر هستش یا راحت‌تر در واقع میتونن این دستگاه های استوک دست دوم رو اسمبل کنن، راه اندازی بکنن و اقدام به استخراج بکنن. و اینکه ما میشنویم کارگاه های غیر مجاز، مزارع غیر مجاز بیت کوین هست، اساسا دولت آیا میتونه پیدا بکنه اینها رو؟ میگن که بعضیاش رو پیدا کردن و بستن، چقدر عملیه؟ ببینید داستان دزد و پلیسه و قاعدتا راه فرار وجود داره و میتونن مخفی بکنن، ولی خب این راه ها به مرور زمان میتونه پیدا بشه و در واقع دولت متوجه بشه، حالا از طرق مختلف، و اونها رو پیدا بکنه، ولی این یک بازیه که همیشه وجود داره و نمیتونیم بگیم که تماما پیدا میتونن بکنن همه رو، نه، بخشی از یه بخش خیلی در واقع جزئی میتونیم بگیم که الان توی ایران از اون قدرت محاسباتی که در ایران وجود داره به همین کارگاه های کوچیک برمیگرده. چقدر میشه سازمان داد این بازار بیت کوین رو؟ چقدر دولت ها میتونن اصلا واردش بشن و مدیریتش بکنن و مانع ایجاد مراکز غیر مجاز بشن؟ عرضم به حضورتون که امکانش وجود داره، ولی به شرط اینکه زیر ساختارهای مناسب براش وجود داشته باشه و قوانین مشخصی براش در واقع تصویب بشه. متاسفانه در ایران به خاطر اینکه ما در واقع نهادهای مختلفی رو داریم که تصمیم گیری دوست دارن تصمیم گیری بکنن در این موضوع، یه چند دستگی ایجاد شده که نمیتونن اونطور که باید از این ابزار استفاده بکنن و متاسفانه بیشتر و بیشتر دارن آسیب میزنن. روی مبحث خود ماینینگ که حالا در مورد چینی ها صحبت کردیم عقبتر، تسهیلاتی که در واقع به چینی ها داده میشه برای واردات دستگاه خب خیلی راحتتر و ساده تر هستش در مقابل با امکاناتی که به افرادی که داخل ایران دارن فعالیت میکنن، و خب این خودش یک عامل هستش که آدم ها تمایل کمتری رو داشته باشن که بخوان از مجراهای قانونی عبور بکنن. برمیگرده در واقع به اون عدم مدیریت درست که نه تنها توی این حوزه، توی خیلی از بخش ها متاسفانه ما شاهدش هستیم. متشکرم بابک جلیلوند، کارشناس کریپتوکارنسی.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دوباره برای استیضاح دونالد ترامپ تشکیل جلسه دادند. منتقدان رئیس جمهوری در کنگره می‌خواهند او را بابت آنچه تحریک به اغتشاش خوانده اند استیضاح کنند. آنها می‌گویند که طرفداران آقای ترامپ به تحریک او وارد ساختمان کنگره شده و دست به تخریب زدند. اشاره آنها به سخنرانی هفته پیش آقای ترامپ در جمع هوادارانش است، پیش از آن که آنها برای جلوگیری از تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری به کنگره حمله کنند. خبرنگار ما سام فرزانه از کنگره آمریکا از نزدیک دنبال میکنه مباحث امروز مجلس نمایندگان رو. آخرین گفته ها چه بوده سام؟ همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، نماینده ها از هر دو طرف مشغول بحث هستند درباره اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا بار دوم باید استیضاح بشه، باید به لایحه استیضاح او رأی داد یا نه. دموکرات ها، کسانی که نوشتن متن این لایحه رو، دارن دفاع میکنن از این استیضاح و اشاره میکنن به همین نکات، مثل اینکه چطور آقای ترامپ در طول این سالها با بالا بردن فتیله آتش سیاسی به دو دستگی دامن زد، چطور در حساب توییتری خودش بارها تشویق کرده هوادارانش رو به مبارزه، و حتی توی همون سخنرانی پیش از حمله هم چطور صحبت میکرد در مورد اینکه این یک بار، این دیگه آخرین فرصته که بعد از این امکان داره کشور از بین بره، و چطور این افراد رو به اون جایی رسون که فکر بکنن که اگر این کار رو نکنن، اگر حمله نکنن به کنگره آمریکا و جلوی قانونی شدن انتخاب جو بایدن رو نگیرن، کشورشون داره از دست میره. اینها رو دارن دموکرات ها یادآوری میکنن. از طرف دیگه جمهوری خواهان هستن که بیشتر اونها در حال یک جور میشه گفت که بیان این صحبت هستن که الان وقت اتحاد، رئیس جمهوری قبول کرده شکستشو و الان وقت اتحاد، و دارن صحبت هایی رو میکنن که دموکرات ها تا همین هفت روز پیش هم براشون جالب بود از زن جمهوری خواه بشنون، ولی الان دیگه میگن که وقت این ماجرا نیست. و خیلی جالبه که حتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان که هفته پیش حتی بعد از حمله رفت و رأی داد به اینکه انتخابات نتیجهش برگردونده بشه و لغو بشه تو خیلی از ایالت‌ها، اومد همین چند دقیقه پیش سخنرانی که، و توی سخنرانی خودش داشت از این صحبت میکرد که آقای بایدن رئیس جمهور خواهد بود هفته دیگه. چرا؟ چون او انتخابات رو برده. و این یک دفعه این عوض کردن موضعشون، باید ببینیم چقدر در میون رأی دهنده، چقدر در میون مردم، چقدر در میون همکاران خودشون خریدار داره. تا به حال ما دموکراتی ندیدیم که نخواد رأی بده به این استیضاح، اما جمهوری خواهانی بودن که اعلام کردن که حاضرن به دموکرات ها بپیوندن و رأی بدن و رئیس جمهور هم حزبی خودشون رو یک بار دیگه استیضاح بکنن. به این ترتیب آقای ترامپ میشه اولین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا که دو بار استیضاح شده. سام، رأی گیری چقدر دیگه انجام میشه؟ فکر کنم حدود یه ساعت دیگه، درسته؟ الان حدود، فکر میکنم هر کدوم از طرفین حدود نیم ساعت هنوز از وقتشون باقی مونده، که اینطوری هم هست که در واقع یک نفر از طرف جمهوری خانی، یک نفر از طرف دموکرات ها که در کمیته قضایی هم هستن، هر دو نفر اینها میان و وقت رو تقسیم میکنن. نفری یک ساعت داشتن، این میاد میگه که خب حالا دو دقیقه میدم به این نماینده، یه دقیقه به اون نماینده. جمهوری خان یک مقداری مشکل دارن که نماینده هایی داشته باشن که بیاد از طرفشون صحبت بکنن، بیشتر سعی میکنن بگن، مثلا خیلی وقتا میگن که ما این دفعه کسی رو نداریم، دو دقیقه مثلا اونا دموکرات ها صحبت میکنن، یه دو دقیقه هم اضافه صحبت میکنن بعد اینا، ولی به هر حال حدود یک ساعتی مونده. مسئله امنیت واشنگتن مسئله مهمیه، خصوصا در روزهای آتی و مراسم تحلیف آقای بایدن. چه تمهیداتی اندیشیدن برای تامین امنیت؟ شهر واقعا چهرهش عوض شده، نرده های بسیار زیادی اطراف مکان های مهم مثل کاخ سفید، مثل کنگره آمریکا، مثل این بناهای یادبود متعددی که در این شهر هست، دوروبر اینها نرده کشیده شده، پلیس دیده میشه، گارد ملی دیده میشه، پلیس مخفی دیده میشه، خلاصه هر کسی که به نوعی کارش تامین امنیت باشه الان میبینیم که دست به کار شده، و دور تا دور همه این ساختمون هایی هم که ما هستیم الان میبینیم نیروها وجود دارن.
هم برای اینکه اطلاعات متعددی بهشون رسیده بود که حمله هفته پیش رو باید جدی می‌گرفتن. یکی از نکاتی که حمله هفته پیش داشت این بود که درون اون حمله کسانی بودن از نیروهای پلیس یا ارتش یا کسانی که قبلا در ارتش و پلیس بودن. همین ماجرا باعث شده که دستگاه‌های امنیتی آمریکا رو به فکر فرو ببره که چقدر این تفکرات اینکه باید بریم و به این ترتیب نتیجه ی انتخابات رو عوض بکنیم خواهان داره بین کسانی که تجربه کار نظامی دارن و آموزش‌های لازم رو دیدن. برای همین یک اتفاقی که افتاده اینه که الان اون نیروهایی که قراره در این روزها و روز سوگند مراقبت بکنن از شهر واشنگتن و کسانی که در این شهر هستن رو یک گروهی دارن اینها رو مرور میکنن، کارهایی که در شبکه‌های اجتماعی کردن، حرفایی که زدن، که ببینن آیا در میان اینها هم کسانی هستن که دست داشته باشن تو این جور کارها یا نه. برای اینکه یکی دو نفری مثل اینکه از خود پلیس کنگره آمریکا بودند که کمک میکردن، حتی دست این افراد رو، حمله کنندگان رو گرفته بودن، گفته بودن بیاییم مثلا اینجا این اتاق فلانیه، این راه رو میخوره به فلانجا. برای اینکه همچین اتفاقی دیگه نیفته و نفوذی نداشته باشن، حالا در حال بررسی سوابق کسانی هستن که مسئولیت این برقراری نظم رو به عهده دارن. متشکرم سام فرزانه از کنگره آمریکا. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در حمله هوایی شبانه اسرائیل به مواضع نظامی در شرق سوریه دست کم 57 نفر کشته شدند. 14 نظامی سوریه و 43 نفر از نیروهای خارجی متحد حکومت بشار اسد. این سازمان که به مخالفان حکومت سوریه نزدیک است میگوید این مرگبارترین حمله اسرائیل در دو سال اخیر بوده. گفته شده که 11 نفر از کشته ها از افغانهای لشکر فاطمیون و 16 نفر عراقی هستند. ملیت سایر کشته ها هنوز مشخص نشده. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. بامداد چهارشنبه یکی از مرگبارترین حمله های ارتش اسرائیل به پایگاه های نیروهای حامی دولت بشار اسد در سالهای اخیر. گفته می شود این تصاویر از حمله جنگنده های اسرائیل به مناطق شرقی سوریه در مرز با عراق گرفته شده. دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان بشار اسد نزدیک است گفته دست کم 57 نفر در این حملات کشته شدند. 14 نظامی سوریه و 43 نفر از نیروهای خارجی متحد حکومت بشار اسد، از جمله 16 عراقی و 11 نفر از لشکر فاطمیون. پایگاه ها و انبارهای نظامی اینجا در مرز بین سوریه و عراق هدف قرار گرفتند. منطقه استراتژیک برای ایران که این کشور را از طریق عراق و سوریه به لبنان وصل می کند. گفته شده که احمد الفار یکی از فرماندهان اطلاعاتی ارتش سوریه در این حملات کشته شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته اسرائیل بر اساس اطلاعاتی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در اختیار ایوسی کوهن رئیس موساد قرار داده این حملات را انجام داده. این خبرگزاری از قول منبعی که نخواسته نامش فاش شود گفته پایگاه‌هایی که نیروهای اسرائیلی هدف قرار دادند با برنامه هسته ایران ارتباط داشتند. بر اساس آمار منابع مختلف در یک سال گذشته بیش از 303 نفر از نیروهای ایرانی یا مورد حمایت ایران در سوریه کشته شدند. بعضی از آنها ایرانی یا افغان بودند و گروهی دیگر لبنانی، سوری و عراقی. هشیمانم من ده کردار زشت هر اون کس که آقایش هیدر بود چه فرمایش از روز محشر بود. لشکر فاطمیون یکی از گروه‌های اصلی فعال در سوریه است و زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، نیرویی که از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده و گفته می‌شود بیشترین آمار کشته شدگان ایران در سوریه از اعضای این گروه بودند. آخرین حمله اسرائیل به نیروهای مورد حمایت ایران در آخرین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفته. فردی که در 4 سال گذشته همواره از این حملات اسرائیل حمایت کرده. مشخص نیست با آمدن جو بایدن به کاخ سفید دولت جدید آمریکا آیا همچنان از این دست عملیات اسرائیل حمایت می‌کند یا نه. کاوه مشکات، بی بی سی.
عمر ابولیلا مدیر شبکه دیروزور 24 از بن آلمان با ماست. آقای لیلا خوش آمدید به برنامه. ابتدا میخواستم بدونم که آیا هویت و ملیت دیگر کشته ها مشخص شده؟ آیا معلوم هستش که ایرانی بینشون بوده یا نه؟ سلام و متشکرم از دعوت شما. بیشتر کسانی که کشته شدن، بیشتر جنگجویانی که کشته شدن، جنگجویان محلی بودند که به گروه‌های شبه نظامی مانند فاطمیون یا زینبیون یا حتی حزب‌الله عراقی و ابو کمال ملحق شدند. برای اینکه این حملات به حدی قوی بوده، این بمباران‌ها در دیروزور که ما البته در گذشته شاهد حملات مشابه این زیاد بودیم، ولی دیروز تمام منطقه غربی دیروزور که منطقه هست که توسط اسد، ایران و دیگر گروه‌های شبه نظامی وفادار به اونها اداره میشه، در اینجا اتفاق افتاد. در دیروزور، در میادین، شهر میادین و در ابو کمال بیش از 40 جنگجو کشته شدند، از جمله برخی از جنگجویان گروه حزب الله ابو کمال، و ما به طور قطع مطمئن هستیم که تعدادی از جنگجویان خارجی از جمله ایرانی ها کشته شده باشند، اما منتظر اطلاعات بیشتری هستیم در مورد جزئیات بیشتر در مورد نام های اونها. دیروز میدونیم که جنگجویان زیادی کشته شدند و خیلی خوب میدونیم که چرا اسرائیل این زمان خاص رو انتخاب کرده و این مکان خاص رو در این زمان خاص. چرا؟ چون تنها یک هفته باقی مونده به اینکه پرزیدنت ترامپ کاخ سفید رو ترک کنه در درجه اول، و دوم اینکه میخوان یک پیام مشخص و روشنی به ایران بفرستن، همینطور به سوریه و دیگر گروه‌های مورد حمایت اونها. ایران اخیراً تلاش کرده که نیروهایی را از عراق ببره به اون منطقه در سوریه. ما در یک سو نیروهای روسیه و نیروهای اسد و نزدیک به اونها رو داریم، و در سمت دیگر نیروهای مورد حمایت آمریکا رو داریم. بنابراین ایرانی ها شاید خواستن که یک جبهه جدیدی رو اونجا باز کنن در ماها و هفته و ماهای اخیر. بعد میدونید که اخیراً شاهد حمله به سفارت آمریکا در بغداد بودیم، و چه بسا ایرانی ها در حال برنامه‌ریزی حملات مشابه و بیشتری به منافع آمریکا بوده باشند. بنابراین پیامی که اسرائیلی ها میخواستن بدن اینه که ما آماده مقابله با شما هستیم، و من فکر میکنم که دیروز اسرائیلی ها که تا اینجا شاهد همه این حرکات نیروهای مورد حمایت ایران بودند که به دیروزور آورده بودند، ایرانی ها خیلی خوب می دونستند که این تحرکات چه بوده، و درست در یک زمان خاص اونها رو بمباران کردند، و پاسخ اسرائیلی ها خیلی شدید و سریع بوده، به ویژه الان که ما خب به زودی ریاست جمهوری بایدن رو خواهیم داشت. بنابراین میخواستن که باز نشون بدن، اسرائیلی ها میخواستن نشون بدن به آمریکایی ها که ما اجازه نخواهیم داد که ایران بتونه آزادانه تحرک داشته باشه و فعال بشه دوباره در عراق، در سوریه یا در لبنان یا حتی در یمن. بنابراین این پیام روشن رو میخواستن بدن، و برداشت ما از این حملات دیروز این هست. متشکرم. عمر ابو لیلا مدیر شبکه دیروزور 24. اما میره جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از تل آویو در اسرائیل با ماست. آقای جاودانفر، شنیدید صحبت آقای لیلا رو، آیا شما هم ارتباطی میبینید بین نتیجه انتخابات آمریکا و حملات اخیر اسرائیل؟ ببینید، اخیراً در روزنامه، در سایت والا نیوز، یک مقام نظامی اسرائیلی که اسمش نمیخواست فاش بشه گفتش که در اسرائیل نگرانی وجود داره که در خلایی که الان وجود اومده در فضای سیاسی آمریکا، الان جمهوری اسلامی ایران داره از اون استفاده میکنه برای افزایش
آهنگ برای افزایش آهنگ نیروهاش آهنگ افزایش نیروهاش و محمولات نظامی. الان اسرائیل میبینه که تعداد نیروهایی که دارن فرستاده میشن به سوریه، نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران و محمولات نظامی، محموله های نظامی داره افزایش پیدا میکنه و این واقعا باعث نگرانی شده برای اسرائیل. من بسته بگم که من با این تحلیل مخالف هستم که این فقط به خاطر حضور آقای ترامپ هستش. به احتمال بسیار بسیار زیاد این حملات گزارش شده بعد از ورود آقای بایدن ادامه خواهند داشت. اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم، با روی کار آمدن آقای بایدن به هر حال رئیس جمهوری در کاخ سفید حضور خواهد داشت که مواضعش نسبت به ایران ملایم‌تر از دونالد ترامپ، مواضعی که مطلوب اسرائیل نخواهد بود. فکر می‌کنید که این رویارویی در سوریه بین نیروهای ایرانی و اسرائیل به چه شکلی تغییر خواهد یافت، یا بیشتر میشه یا به همین شکله؟ ببینید، تا اونجایی که من می‌دونم، البته فعلا معلوم نیستش، ولی تا اونجایی که من میدونم احتمالش وجود، یک اختلافی وجود داره بین دولت آقای بایدن در حال حاضر، که بعضی‌ها فکر میکنن که آقای بایدن میخواد بدون هیچ شرطی برگرده به برجام، بدون چون و چرا برگرده کاملا بدون به برجام، که اسرائیل کارش این هستش که نه، بهتره که یک برجام دوباره بعد دوباره مذاکره بشه و مسائل دیگری شامل توافق جدید بشه. ولی تا اونجایی که من میدونم هیچ مخالفتی بین اسرائیل و آمریکا وجود نداره، بین آقای نتانیاهو یا جانشین ایشون بعد از انتخابات اسرائیلی. اسرائیل با این حملات خودش ادامه خواهد داد و به نظر من برای آقای بایدن هیچ مشکلی نخواهد داشت، چون تضعیف جمهوری اسلامی، نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه منافع مشترک هستش بین اسرائیل و آمریکا. فکر می‌کنید ایران به دنبال چیه؟ اگر اونطوری که آقای لیلا اشاره کردند که ایران نیروهاش رو جابجا کرده و از عراق به سوریه آورده در هفته و ماه‌های اخیر، فکر می‌کنید ایران با چه هدفی چنین کاری کرد؟ ببینید، احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی ایران الان امیدوار شده که آقای بایدن برخواهد گشت و بعضی دیدگاهشون در جمهوری اسلامی ایران هستش که به زودی دوباره آقای بایدن برخواهد گشت به برجام، تحریم ها حذف خواهد شد و جمهوری اسلامی میتونه از حذف تحریمات و افزایش درآمدش بتونه استفاده بکنه برای تقویت قوای خودش. و این چیزی که کاملا اتفاق افتاد بعد از برجام، ما شاهدش بودیم در اسرائیل که تا تحریم ها حذف شد جمهوری اسلامی نیروهاش افزایش داد در سوریه، و احتمالش وجود داره که الان جمهوری اسلامی داره خودش رو حاضر میکنه برای تکرار چنین سناریویی. متشکرم. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اندونزی که بالاترین آمار قربانیان کرونا در جنوب شرقی آسیا را دارد، از امروز واکسیناسیون عمومی را با استفاده از یک واکسن ساخت چین شروع کرده. همزمان در بریتانیا شمار ثبت شده جانباختگان بر اثر ابتلا به کرونا به رقم بی‌سابقه ای رسید. مرگ 1564 نفر در یک شبانه روز. فیروزه یکبریان گزارش می‌دهد. اندونزی مثل خیلی از کشورها در اینجا هم این روزها فضا تیره و تار است. کشوری با بالاترین نرخ ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در جنوب شرقی آسیا. با بیش از 800 هزار مورد ابتلا و نزدیک به 25 هزار جان باخته. امروز اما آغاز نبردی جدید علیه کووید 19 است. با شروع واکسیناسیون عمومی و با استفاده از واکسن کرونا واک ساخته یک شرکت چینی، رئیس جمهوری اولین کسی بود که واکسن را دریافت کرد. واکسیناسی پردانا اینی دلاکوکن ستلاح اولین مرحله واکسیناسیون بعد از گرفتن مجوز استفاده اضطراری از آژانس نظارت بر غذا و داروی کشور و همچنین فتوا از شورای علمای اندونزی شروع شد. ما از هر دو نهاد کمال تشکر را داریم. برخلاف اغلب کشورها، در اندونزی اول جمعیت شاغل واکسن را دریافت می کند. آخرین مرحله آزمایش واکسن کرونا واک در برزیل نشان داد که این واکسن کمی بیشتر از 50% در مقابله با ویروس کرونا مؤثر است.
واکسن خوبی داریم. بهترین و ایدئال ترین واکسن نیست، اما واکسنیه که میزان اثرگذاریش در محدوده مورد قبول جامعه علمی و همینطور سازمان جهانی بهداشته. اما اگر امیدها به بهبود شرایط در اندونزی با آغاز واکسیناسیون عمومی بیشتر شده، پرتغال خود را برای روزهای سخت‌تر آماده می‌کند. دولت قرار است محدودیت‌های بیشتری را اعلام کند، از جمله درخواست از مردم برای در خانه ماندن. محدودیت‌هایی که قرار است دست کم برای یک ماه برقرار باشند. در آمریکا، جایی که این روزها روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری بر همه چیز سایه انداخته، در یک شبانه روز بالاترین رقم مرگ و میر ثبت شد. به گفته دانشگاه جان هاپکینز، بیش از 4400 نفر در 24 ساعت بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. قرار است از 2 هفته دیگر ارائه جواب منفی آزمایش کرونا برای همه مسافران هوایی به آمریکا اجباری شود. در بریتانیا شمار ثبت شده جان باختگان بر اثر ابتلا به کرونا به رقم بی سابقه ای رسید. مرگ 1564 نفر در 24 ساعت. بالاترین رقم از زمان شیوع کرونا در این کشور. شمار کل جانباختگان کووید 19 اینجا حالا به حدود 85 هزار نفر رسیده. سازمان جهانی بهداشت میگوید موارد ابتلا به نوع تازه ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا دیده شد، حالا دست کم در 50 کشور و سرزمین مشاهده شده. از روز گذشته مرحله سوم آزمایش دارویی در بریتانیا شروع شده. داروی استنشاقی که حاوی پروتئین طبیعی به نام اینترفرون بتا است. به گفته سازندگان اگر همه چیز خوب پیش برود، این دارو احتمال بستری شدن بیماران را تا 80% کاهش می‌دهد. این دارو به سلول‌ها کمک می‌کند تا خودشون رو بازسازی و با ویروس‌ها مقابله کنند. بنابراین آسیب کمتری به ریه وارد میشه. خطر بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه و حتی مرگ کمتر میشه. مرحله سوم آزمایش این دارو با شرکت 600 نفر در 20 کشور شروع شده و به گفته محققان تا حدود 5 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. با وجود امیدواری ها به اثر بخشی دارو در کشوری که همین الان بیمارستان های آن مملو از بیماران کرونا است، این داروی پشتیبان بیشتر برنامه‌ای در دوردست به نظر می‌رسد تا دوای دردی در زمان حال. فیروزه اکبریان، بی بی سی. دیروز محمود کیانوش، نویسنده، شاعر، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار که سالهای طولانی در لندن زندگی می‌کرد، در بیمارستانی در همین شهر در 86 سالگی درگذشت. از محمود کیانوش ده‌ها داستان و قصه و شعر و نقد ادبی منتشر شده. او سالها در بی بی سی فارسی هم فعالیت می‌کرد. کسرا ناجی در نگاهی به زندگی او می‌گوید آقای کیانوش استاد روزنامه‌نگاری در بی بی سی فارسی بود و زبان روزنامه‌نگاری مدرن ایران تا حد زیادی مدیون اوست. محمود کیانوش تا همین اواخر برای گفتارهای پراکنده و رشته گفتارهای معروف نامه‌ای از لندن به اداره می‌رفت. یه دیگم یادم این در روز 80 سالگی او 6 سال پیش و یک جشن مختصر همکاران بی بی سی فارسی برای تولد او. بنده رو نمیگم شرمسار کردید، مفتخر کردید. اینم یه دونه آیپد مینیه، حالا باید داستانشو بعدم برای او رو همه دوست داشتن، اگرچه خیلی وقتا تند و عصبانی هم میشد و قهر هم میکرد. عنایت فانی شاید یکی از نزدیکترین دوستان او بود. درد بزرگش همیشه این بود که چرا مردم از خودشون شک نمی کنن و سوال نمی کنن و همه چیز رو همینجوری قبول می کنن. به همین دلیل هم یک کتابی که این اواخر نوشت، کتاب مختصر 200 صفحه‌ای به نام بیشکی بیسوالی که تمام بحثش راجع به همینه. محمود کیانوش نویسنده‌ای بود پرکار. صفحه ویکی‌پدیای او فهرست هایی دارد از مطالب منتشر شده او، از ده ها شعر، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، نقد ادبی، آثار ترجمه و داستان های کوتاه برای کودکان. چاپ شده به اسم
شعر زبان کودکی انسان. اشعار محمود کیانوش برای کودکان را سیمین قدیری در سالهای قبل از انقلاب در تلویزیون ایران اجرا کرد. اگرچه اشعار کودکان او بسیار شناخته شده است، اما محمود کیانوش خیلی دوست نداشت که تنها با آنها شناخته شود. مگه شما فقط برای بچه ها نمیگفتی؟ گفتم چرا؟ بزرگاشو نداریم اونجا. او تحت سه نام و تخلص مینوشت و فعالیت میکرد. علیزاده توسی برای کارهایش در بی بی سی فارسی، محمود کیانوش برای کارهای ادبیش و مصلح الدین زشکی آنجا که طنز مینوشت. شیخ مصلح الدین زشکی مال زمانی بود که یک برنامه طنز اجتماعی در واقع در بی بی سی درست می شد به نام مجله شفاهی و اونجا به اسم زشکی شعر می سرود و شعراش هم خیلی شعرهای درخشانی هم هست و نزدیک 1000 تا شعر هست در اونجا سروده. محمود کیانوش یکی از فرهنگیان جامعه ایرانی لندن بود. این مراسم افتتاح کتابخانه مرکز مطالعات ایرانی لندن در سال 1994، تقریبا 26 سال پیش. یکی از سخنرانان محمود کیانوش که میگوید ایرانی‌های لندن امروز اینجا خانه‌ای تازه پیدا کردند. این خانه رو فقط وقتی میشه زنده و فعال نگه داشت که از این خانه استفاده اون زندگی که ما از یک خانه چنینی انتظار داریم درش بشه. برای خیلی از ماها در بی بی سی فارسی محمود کیانوش استاد زبان روزنامه‌نگاری فارسی بود. جزوه های درست نویسی و نگارش خبر او راهنمای خیلی از کارکنان بی بی سی طی چند دهه گذشته بوده و هست. امروز زبان روزنامه‌نگاری مدرن فارسی تا حد زیادی مدیون اوست. یادشون گرامی، بهروز آفاق، مدیر پیشین بخش آسیا و خاورمیانه بی بی سی که سالها در بخش فارسی با محمود کیانوش همکاری داشته، از لندن با ماست. آقای آفاق، خوش آمدید به برنامه. فقدان بزرگی است نبود آقای کیانوش برای جامعه ادبی و روزنامه‌نگاری فارسی زبانان. از سالهایی که با هم همکاری کردید بگید، از خاطراتتون. اولا باید بگم که این نکته‌ای که کسرای ناجی میگفت واقعا خیلی درسته، برای اینکه آقای کیانوش، محمود کیانوش، شاید اولین کسی است که راهنمای مفصلی نوشته برای فارسی گویی و فارسی نویسی در رادیو، نه از روی تئوری بلکه از روی نمونه های هر روزه‌ای که در کار میدید و الان این یک جزوه است، کتابی است در حدود 200 صفحه. خودش واقعا نثر فوق‌العاده‌ای داشت، فوق‌العاده ساده و روان و پاکیزه و به قول قدما فارسی سهل و ممتنع. حالا شعر و داستانهاش همه به جای خود. شما همین نامه ای از لندنهای او رو اگه بخونید یا همین مصاحبه ای هست که از حدود 15 سال پیش که با او در سایت فارسی منتشر شده، اگر اون رو بخونید میبینید که چقدر فارغ از محتواش چقدر روان و پاکیزه و سلیس و خوبه. من فکر میکنم واقعا در این 80 سالی که از تاریخ بخش فارسی بی بی سی میگذره، ما چهره های فرهنگی فوق العاده مهمی داشتیم در بی بی سی که کار میکردن، مثل مجتبی مینوی، حسن بالدوزی، مسعود فرزاد، ابوالقاسم طاهری، محمود عنایت و اینها کسانی بودند که حضورشون و کیفیت و اثرگذاری کارشون به بی بی سی اعتبار میداد. من فکر میکنم که محمود کیانوش هم یکی از زمره همین کسان بود واقعا در بی بی سی. اشاره کردید به مصاحبه‌ای که 15 سال پیش باشون انجام شد. فکر میکنم شما خودتون اون مصاحبه رو انجام دادید، درسته؟ نه، مصاحبه‌ای هست که آقای سیروس علی نژاد با او کرده در یک سلسله گفتگوهایی بود
که با نویسندگان و مترجمین میکردن توی سایت هست، حالا من تبلیغش هم کردم، آدرس دادم. ولی یک مصاحبه ای رو شما باشون انجام دادید که شنیدم مصاحبه خواندنی هست. من راستش به درست یادم نیست، یک وقتی بود که یک نشریه‌ای بود به نام فصل کتاب، که اون فصل کتاب یکی از که دکتر ماشاءالله آجودانی سردبیرش بودن و اون یکی از داستان‌های آقای کیانوش که در آمده بود با او درباره اون داستان مصاحبه کردم. غیر از او یادم نمیاد، ولی واقعا ساعت بسیاری رو در حضور ایشون گذروندیم ما اون زمانها و آدمی بود بسیار دقیق و برای همه وقت داشت و با دقت کم نظیری هم کار میکرد، بسیار با حوصله بود. آقای کیانوش، من خیلی کمتر از شما در بخش فارسی بودم، ولی وارد که شدیم اسم آقای کیانوش برای ما به معنای ادبیات درست فارسی روزنامه نگاری بود و یک وسواسی آقای کیانوش داشتند که شاید کمتر کسی داره. فکر میکنید این وسواس و دقت و پایبندی به اصول ادبیات فارسی از کجا میاد و چرا کمرنگ شده در نسلهای بعدی تا حدودی؟ والا خود آقای کیانوش این دقت بی‌نظیرش واقعا زبان زد بود. یعنی من یادم هست حتی پیش پا افتاده ترین متن‌ها رو اگه داشت ترجمه می‌کرد، مثلا اگر که توش یه نکته‌ای می‌دید که نادرسته، می‌رفت سراغ کسی که نوشته بود این رو و نه تنها به اصطلاح متن فارسی رو بلکه متن اصل انگلیسی رو هم اصلاح می‌کرد. و یا مثلا دقتش در ضبط و تدوین صدا کم نظیر بود و گاهی من خودم میپرسیدم آخه مگه میشه که شاعر و نویسنده اینقدر توجه داشته باشه به کارهای فنی؟ و گذشته از اون آدم بسیار جدی و پرکاری بود، بی اندازه با وجدان، و کوچکترین کاری رو هم بهش واگذار میکردین با تیب خاطر انجام میداد و انگار نه انگار که مقامی است عالی مقام. و این به نظر من یک کیفیت و خصوصیت نادری بود در بین روشنفکران هم نسل او و روشنفکران هم قطار او. و حالا که دیگه اصلا داستان دیگری است. می دیدم حالا چون داریم با بی‌بی‌سی صحبت می کنم، دیدم که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی زیر خبر درگذشت آقای کیانوش که راجب فارسی و آموزش فارسی در بی بی سی صحبت نوشته شده بود، میگفتن که خب پس چرا الان فارسی سایت فارسی بی بی سی به دقت اون دوره نیست؟ به هر حال اینا نمیدونم، شاید الان شما در سایت های فارسی بسیاری، در رسانه های فارسی بسیاری که ما میبینیم اشتباه و شلختگی گاهی هست و خیلی خیلی مهمه. یک زمانی بی بی سی فارسی در واقع مسئله اعلای فارسی نویسی بوده، فارسی گویی بوده برای خیلی از شنوندگانش و امروز خوبه که سری بزنیم دوباره به اون دوره. و حتما باید سری بزنیم به توصیه های آقای کیانوش که همطور که گفتم جای خالیشون قطعا حس خواهد شد در جامعه ادبی و روشنفکری فارسی زبانان. متشکرم از شما بهروز آفاق، مدیر پیشین بخش آسیا و خاورمیانه بی بی سی. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون، مراقب هم باشید.